تو چیه قرمز یا آبی؟ احتمالا آبی دیگه پس. من نه، من نه آبی هم نه قرمز، من فقط فولاد خوزستان. فقط ببخشید مهدی، عنکبوت های خونم فعالان دیگه. ارو تو میزنی آره؟ نه دارم بیل میزنم. من حاضرم تمام ظرفای خونه رو بشورم ولی یه پیرم تو نزنم. ببین نشستین تام اومده رو سرمون خراب شدی، کار دیگه هم که نداریم، رایان هم که خوابیده. خواب؟ بهترین کار دیگه. حداقل دو تا پیرم میگفتی منم میآوردم برای ما هم اتو میزدی داداش. بده همین اتو بزن. جدی؟ درم جدی؟ دوربین شبکه خبر به یکی از روستاهای اطراف تهران سری زد و از نزدیک با شرایط زندگی ساکنین این روستا آشنا شد. کاشانک فکر کنم من رفتم. کاشانک؟ چه از توش معروفه؟ سلام. لحق کجاست؟ لحقی پایین سر اون پیچه، لحق پیچه نرسه به پیچه رو پیچه نپیچی باید همون مستقیم پیچه رو باید نپیچی. هر جا جاده پیچید شما نپیچ. لحق کجا می دقیقا؟ ما رو می برید داخل روستا؟ من کار دارم خودت برو. لحق کجا هست؟ در چند کیلومتری پایتخت روستایی است تعجب برانگیز. یعنی چی تعجب برانگیز؟ اینم خونه نمی ترسی سقفش بیاد پایین؟ این برای این آقا نمیترسی سقفش بیاد پایین؟ خب این چیزا که عادیه دیگه. واو کریم، یعنی چی عادیه؟ تو حاشیه نشین همیشه همینجوره دیگه. این درسته که یه سری از هموطنا تو این حالت دارن زندگی میکنن؟ اصلا مخروبه است. دارن زندگی میکنن دیگه. روستایی با 46 خانوار، یعنی حدود 150 یا 160 نفر. خونه زندگی که میبین دیگه، در چه دربدری داریم زندگی میکنی، چه مشکلاتی داری. این همه پول صدقه و نمیدونم کمیت امداد و بگو حالا اونا رو هم میخوای در نظر بگیری، اینا نباید اینجور باشه وضعیتشون. ترکیه که رفتم خیلی از این روستاهای اینجوری رو دولت اومده بود خونه‌های خیلی خیلی ارزون مثل کانتینر ساخته بود، مردم هم زندگی میکردن بهتر از این شرایط. من نمیفهمم برای چی رو از این کارو نمیکنن مهدی؟ به خاطر اینکه اصلا خب ارزونه، خب قشنگ هم هست اصلا توش. آره. هموم داره، یعنی خیلی تمیز بود، خیلی هم ارزون بود. خب نه دیگه، چرا مردم ناراحتن؟ ناراحت نباشید، با هم بالاخره حق شما هم از سفره انقلاب همین بوده. حق یه نفر این بوده که مثلا چه میدونم 17% سایپا مال خودش باشه همینجوری مجانی. حق یکی هم اینه که توی زاغه زندگی کنه. بالاخره پیش میاد. این چیه؟ این دم این برای آبه تو میرون بر. عزیزم تو چرا میگی ببخشید؟ تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ چند نفر تو میگی مدرسه؟ زیاد دیدی کمی؟ سقف با پلاستیک زدی، زمستون باروی نمیاد چی کار میکنی؟ زمستون میاد قابلمه میذاریم چی میذاریم؟ این آبی اینجا میذاریم، آره. الان اینجا 8 نفر زندگی میکنه، خودم و پسرم. عروسینم داری؟ آره. تو فهمیدی این خانم برای چی اصلا اومده اینجا؟ اومده کمک کنه یا اومده فقط گزارش تهیه کنه؟ اومده گزارش تهیه کنه. شنیده چنین جایی هست، چند کیلومتری پایتخت ایران. اینا دولت ایران اصلا میبینه؟ همیشه به که خودشون که داره نشون میده اونا میبیننش؟ میبینن، اما به خاطر همین کارهای واجب تری که دارن نمیرسن دیگه به اونا. نمیترسی بریزه روت؟ نگاه کن. نه بابا برو خاطر جمع باش. کنده شو دیگه. بزن... همونه اون شانس تو بوده. بیا این سنگو بگی. والا ما دلمون برام میان ما رو اینا میسوخت، اینا بدترن. جا کفشیه فکر کنم. اینجا آشپزخونته؟ مثلا قشنگه؟ چه با سلیقه شما؟ اینجا مثلا اتاق بچه است. مثلا اتاق بچه بغل گاز.
حالا بد شد. فکر کنم مثلا یه بچه اینطوری زندگی کنه، بعد یه بچه دیگه چند کیلومتر اونورتر از ناز و نعمت خفه شه، نمیدونه چجوری پولاشو خرج کنه. تفاوت طبقاتی همه جا هست، اما اینقدر دیگه این جنایته. اینا خوردنه؟ آره اینا خوردن دیگه، از اون چه میاد؟ این پمپ داریم، پمپ میزنیم. من باقا آب چاه مگه تمیزه؟ آره خوبه دیگه، چیکار کنم از دست مجبوری میخوریم دیگه. همون اینا. دارید؟ نه همون من. کی همون دارید؟ شما همون دارید؟ چند تا داریم با هم میریم استفاده میکنی. تنها سرویس بهداشتیای روستان. سامان این کار میکنه؟ موکا این خرابه، یعنی همه تون باید از این استفاده کنی؟ 25 خانوار از یه دستشوی استفاده میکنم؟ 20 خانوار هم میگم. خب حالا کار به دولت هم نداریم، ما این همه خیر داریم، خیر خیر خیر، و نمیتونن بیان چهار تا خونه توی درست بکنن؟ به این خانمای خیر تورنتو بگیم که برن لحک یه سری بزنن بهشون. ببین متاسفانه مردم ایران رو از سال 57 جوری بار آوردن که به حداقل امکانات راضی هستن. جالبش اینه که این تنها کار مفیدی که برای اینا بعد انقلاب انجام شد میدونی چی بود؟ اسمشون عوض شد. یه زمانی اینا بودن مستضعف، بعدش شدن نمیدونم قشر آسیب پذیر، باز بعدش شدن اقشار محروم، بعدش شدن نمیدونم دهک پایین جامعه. فقط اسمای اینا رو عوض کردن بعد انقلاب.